الان تقریبا یکی دو ساله که بحث اینترنت ماهواره‌ای ایلان ماسک خیلی داغ شده. خیلی همون امید داشتیم که وقتی این طرح اجرا بشه کل مردم دنیا میتونن راحت با گوشی بهش وصل بشن و از اینترنت پرسرعت و مهمتر از اون بدون فیلتر لذت ببرن. حتی بعضی هم فکر میکردن مجانیه. کلی هم خوشحال بودیم که دیگه هیچ کشوری نمیتونه دسترسی به اینترنت رو محدود کنه و همه میتونن اینترنت آزاد داشته باشن و این حرفا. اما الان که این طرح توی آمریکا اجرا شده و دارن ازش استفاده میکنن، باید بگم که قضیه به اون راحتی هم نیست. اگه دوست داری اطلاعات کاملی داشته باشی درباره اینکه اصلا این اینترنت استارلینک چی هست و چه جوری میشه بهش وصل شد و کی به ایران میرسه و این چیزا، ادامه ویدیو رو ببین. اون دکمه سابسکرایب پایین ویدیو رو هم اگه بزنی کمک بزرگی کردی. سال 2015 ایلان ماسک پروژه استارلینک رو توی شرکت خودش یعنی اسپیس ایکس شروع کرد. هدف این پروژه اینه که اینترنت ماهواره پرسرعتی ارائه کنه که کل جهان رو پوشش میده. اولین ماهواره آزمایشیش هم فوریه 2018 پرتاب شدن. آگوست 2020 نسخه آزمایشی این اینترنت راه اندازی شد، البته به صورت خصوصی نه عمومی. بعدش هم اکتبر 2020 وارد فاز آزمایش عمومی شد. پس الان که من دارم این ویدیو رو ضبط میکنم، یعنی مارچ 2021، این اینترنت توی آمریکا و فکر میکنم یه بخشی از کانادا در دسترسه. ولی خب با یه سرعت خیلی زیادی دارن به تعداد ماهواره‌هاشون اضافه میکنن و قراره تا یکی دو سال آینده کل جهان رو پوشش بده. الان تعداد ماهواره‌های استارلینک 1000 تا رو رد کرده و در نهایت قراره برسه به حدود 40,000 ماهواره. وقتی که تعداد کل کاربرای اینترنت رو با کل جمعیت جهان مقایسه میکنیم، مشخص میشه که همین الانم هم حدود 40-50% مردم دنیا دسترسی به اینترنت ندارن. تازه از اونایی هم که دارن، خیلی هاشون دسترسی به اینترنت پرسرعت و آزاد ندارن. واسه همینه که ایده اینترنت ماهواره‌ای انقدر باعث خوشحالی مردم شده. اما اینترنت ماهواره‌ای اصلا چیز جدیدی نیست. یعنی همین الان هم هستن شرکت‌هایی که اینترنت ماهواره‌ای ارائه میدن و کلی هم مشتری دارن. ولی اینکه چرا استارلینک انقدر سر و صدا کرده، چند تا دلیل داره. دلیل اول اینه که استارلینک پروژه جهانی و سیستمش اینجوریه که شما از هر جای کره زمین بتونید وصل بشید به اینترنت پرسرعت. دلیل دوم اینه که استارلینک به خاطر تعداد خیلی زیاد ماهواره‌هاش میتونه به آدم‌های خیلی زیادی سرویس بده، یعنی در واقع پهنای باند زیادی داره. دلیل سوم هم که خیلی مهمه، تأخیر خیلی کمشه. یعنی در عین سرعت بالایی که داره، تأخیر خیلی خیلی کمی داره. ماهواره‌های استارلینک توی ارتفاع خیلی کمتری قرار میگیرن که این باعث میشه که حتی از فیبر نوری هم تأخیرش کمتر باشه. ایلان ماسک چند ماه پیش توی یکی از توییتاش گفته بود که این تأخیر توی فازهای بعدی میرسه به 8 میلی ثانیه که واقعا عالیه. اما یه خبر بد دارم برای اونایی که فکر میکردن فقط با گوشی میشه به اینترنت ماهواره‌ای وصل شد. خب باید بگم که اصلا امکانش نیست. یعنی شما وقتی که میخواید شبکه‌های تلویزیونی ماهواره رو بگیرید، یه دونه دیش لازم دارید، یه دونه ریسیور. اینجا هم برای اینی که بخواید به اینترنت ماهواره‌ای وصل شید، یه دیش مخصوص لازم دارید با یه دونه روتر که این کار وایفای رو انجام میده، که دیش وصل میشه به این روتر، بعدم شما از طریق وایفای میتونید وصل بشید به اینترنت. حالا قیمت یه دونه دیش با یه دونه روتر، یعنی قیمت کل تجهیزاتی که برای وصل شدن به اینترنت ماهواره‌ای نیاز دارید، میشه 499 دلار، که اگه با دلار 25 تومانی امروز حساب بکنیم میشه چیزی حدود 12-13 میلیون تومان، که خب البته فقط یه بار لازمه این هزینه انجام بشه. غیر از این باید ماهی 99 دلار هم هزینه اینترنت بدید که اونم میشه تقریبا ماهی 2.5 میلیون تومان. پس میبینید که رایگان که نیست هیچی، خیلی هم گرونه، البته به پول ما. بعد از خرید تجهیزات باید دیشو یه جایی بذارید که رو به آسمون باشه. این کارو که بکنید خودش به صورت خودکار میچرخه و رو به جهتی وای میسه که بیشترین تعداد ماهواره اونجاست یا کمترین مانع بین دیش و ماهواره هست. یه بار این کارو انجام میده و دیگه ثابت میشه، دیگه نیازی به تغییر نداره. درباره سرعتش هم باید بگم که سرعتش فعلا بین 50 تا 150 مگابیت بر ثانیه هست که محدودیت حجمی هم فکر میکنم نداره. سرعت دانلودش هم یه چیزی بین 30 تا 60 مگابیت بر ثانیه هست فعلا. یعنی شما یه فیلم در حد 1 گیگابایت رو میتونید تقریبا توی 2-3 دقیقه دانلود کنید. نصبش هم خیلی راحت و طبق حرف خود ایلان ماسک
به صورتی ساخته شده که پلاگ اند پلی باشه، یعنی شما وصل کنی و شروع به استفاده بکنی. استارلینک هم مثل خیلی چیزهای دیگه یه سری مخالف هم داره. یکی از این مخالفا ستاره شناسا و آدمای علاقمند به نجوم هستن که از استارلینک به خاطر فرستادن چند هزار ماهواره به مدار زمین انتقاد میکنن. دو تا دلیل هم دارن که دلیل اول اینه که این کار باعث به وجود اومدن یه مقدار خیلی زیادی زباله‌های فضایی میشه. دلیل دوم هم اینه که این ماهواره جلوی رصدهای نجومی رو میگیرن و اصطلاحاً آسمون شب رو آلوده میکنن. در مورد مسئله اول جواب اسپیس‌ایکس اینه که این ماهواره چون ارتفاع خیلی کمی دارن، هر زباله فضایی که تولید بکنن خیلی زود وارد جو زمین میشه و میسوزه و از بین میره. در مورد مسئله دومم جوابش اینه که اون تصاویری که از آسمون شب گرفته شده و ماهوارهای استارلینک رو نشون میده مال موقعی هست که این ماهواره هنوز توی فاز اول پرتاب هستن که ارتفاعشون 200 کیلومتره. ولی وقتی که به ارتفاع 500 کیلومتری برسن دیگه با چشم غیر مسلح نمیشه دیدشون. به اضافه اینکه الان رصدهای نجومی بیشتر با استفاده از ماهوارهایی انجام میشه که خارج از جو زمین هستن و در نتیجه چون ارتفاعشون هم بالاتر از ماهواره استارلینک هست، اینا عملا تأثیری روشون ندارن. از طرفی هم موقعیت ماهواره استارلینک کاملا مشخصه و میشه با کامپیوتر تأثیرشون رو توی رصدهای فضایی از بین برد. غیر از همه اینا، اسپیس‌ایکس داره توی ماهواره جدیدش از یه سری مواد جدید استفاده میکنه که تیره‌ترن و نور رو کمتر منعکس میکنن. حالا بریم سراغ این سوال مهم که استارلینک کی به ایران میرسه. خب همونطور که گفتم اکتبر 2020 یا آبان 99 وارد فاز آزمایش عمومی شد. از این تاریخ مردم آمریکا و فکر میکنم یه بخشی از کانادا، اونایی که از قبل ثبت نام کرده بودن، میتونن تجهیزاتش رو بخرن و شروع به استفاده بکنن. قبل از این تاریخ فاز آزمایش خصوصی بود که فقط یه تعداد کمی از خود کارمندای اسپیس‌ایکس دسترسی داشتن به این اینترنت. حالا قراره تا یکی دو سال آینده ماهواره‌هاشون خیلی بیشتر بشه و کل جهان رو پوشش بدن و کل مردم دنیا بتونن ازش استفاده کنن. پس هنوز دقیقا مشخص نیست که اینترنت ماهواره‌ای کی قراره به ایران برسه. اما وقتی هم برسه باز چند تا مشکل بزرگ هست. اول اینکه اسپیس‌ایکس رسما اعلام کرده که قصد شکستن قوانین دولت‌ها رو نداره و قراره با هر دولت به صورت مجزا مذاکره بکنه در مورد اینکه اینترنت میخوان یا نمیخوان. حتی اگه به یه احتمال خیلی خیلی کم دولت ایران قبول بکنه که اسپیس‌ایکس توی ایران سرویس بده، بازم به خاطر تحریم‌های شدید آمریکا احتمالش خیلی کمه که اسپیس‌ایکس بتونه مستقیماً به ایران سرویس بده. همین چند وقت پیش فکر کنم خبرش رو شنیدید خودتون که شورای فضای مجازی یه کارگروه تشکیل داد برای بررسی روش‌های مقابله با اینترنت ماهواره‌ای. از یه طرف هم سیستم استارلینک جوریه که اون دستگاهی که به صورت غیر مجاز بهش وصل میشن و میتونه خیلی راحت شناسایی کنه و سرویسشون رو قطع بکنه. پس احتمالاً هیچ راهی برای استفاده غیر قانونی یا دور زدن تحریم ها وجود نداشته باشه. یه مشکل دیگه هم که گفتم قیمتشه. یعنی همین الان با دلار 25 تومانی هزینه تجهیزاتش و یه ماه اینترنتش میشه چیزی حدود 14-15 میلیون تومان. تازه دقیقاً با این قیمتی که خود اسپیس‌ایکس داره میفروشه که خب برای مردم عادی هزینه زیادی و فکر میکنم خیلی ها نتونن ماهانه فقط 2-3 میلیون هزینه اینترنت کنن. ولی یه گزینه‌ای که احتمال داره اتفاق بیفته اینه که کشورهایی مثل ایران پهنای باند خودشون رو از اسپیس‌ایکس بخرن، یعنی اسپیس‌ایکس بشه به قول معروف اون ستون فقرات یا بکبون اینترنت اون کشورها. بعدم میتونن قوانین و محدودیت‌های خودشون و اون فیلترینگ و این چیزا رو اعمال کنن روش و به صورت اینترنت موبایل یا DSL یا فیبر نوری یا چیزهای دیگه پخش کنن بین مردم. این روش برای استارلینک این مزیت رو داره که هم پول خیلی خوبی به دست میاره، همین که با یه سری کشورها مثل چین یا روسیه که میتونن ماهواره‌ها رو توی فضا توی مدار نابود بکنن درگیر نمیشه، یعنی برای خودش دردسر درست نمیکنه. ما آدم‌ها خیلی وقتا از واقعیت و فاصله میگیریم و درگیر خیالاتمون میشیم. مثلا یه نمونهش همین اینترنت ماهواره‌ای بود که خیلی همون فکر میکردیم که ایلان ماسک دلش برای مردم دنیا سوخته و میخواد یه اینترنت پرسرعت و آزاد و مجانی برای همه مردم ارائه کنه، در صورتی که شرکت ها فقط فکر سود خودشون هستن و براشون اصلا اهمیتی نداره که مردم دنیا توی چه وضعیتی باشن. اصلا خیلی ها نظرشون اینه که ایلان ماسک روی درآمد همین اینترنت ماهواره‌ای حساب کرده که میخواد کلونی‌های انسانی روی مریخ درست کنه. شرکت آمازون هم یه پروژه مشابه داره، پروژه اینترنت ماهواره‌ای
به نام کایپر که البته هنوز هیچ ماهواره پرتاب نکرده. سامسونگ و اپل هم به نظر میاد که یه برنامه‌ای برای این کار دارن، ولی خب فعلا جدی‌ترین رقیب استارلینک همین کایپر آمازونه. اگه این ویدیو رو دوست داشتی لایک و کامنت فراموش نشه و مثل همیشه بدون ترس سوال بپرس و دنبال جواب باش.